ای به فدایت هم دل و هم جان و ای نصارت هم این و هم آن دل فدای تو چون توی دلبر جان نصار تو چون توی جانان دل رهاندن ز دست تو مشکل جان فشاندن و پای تو آسان راه وصل تو راه پرآسیب درد عشق تو درد بدرمان، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز و گرامی سنف هشتم به درس زبان و ادبیات دری دوستان خوش آمدید در درس دهم ده رسیدیم درس دهم ده ما در مورد یکی از تنز نویسان بزرگ کشور ترکیه تحت عنوان عزیز نسین است در قسمت اول در مورد ای تنز نویس می با هم صحبت کنیم زندگی نامه را با هم بررسی میکنیم و در قسمت دوم میپردازیم به یک مفهومی در حوزه دستور زبان تحت عنوان زمیر زمیر را تعریف میکنیم و انواع را با همدیگر بررسی میکنیم دوستان عزیز گرامی کانال ارتباطی ما را فراموش نکنید دو سف و, 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 دو و, و پنج، سیزه. را ارتباطی ما با شما خوبان عزیزان و دلبندان است می توانید ارائه پیشنهادات نظر انتقادات کار خانگیتون را برای ما روان کنید خب دوستان عزیز همراه ما باشید خب شاگردان عزیز قبل از اینکه وارد درس جدید شویم کار خانگی جلسه قبل را با هم مرور میکنیم در جلسه قبل یک کار خانگی دادیم و شما خواستیم که با نشانه هایی که تحت عنوان پیشوند های کلمه ساز نون و دوش بود یک کلمه جدید برای ما بسازید گفتیم پیشوند دو نوع است یا پیشوند صرفی است یا پیشوند کلمه ساز است پیشوند صرفی پیشوند هستند که فقط بر سر فعل داخل می شود در حالی که پیشوند های کلمه ساز بر سر فعل می آیند بر سر اسم می آیند بر سر صفت هم می آیند و در واقع یک کلمه را با معنای جدید می سازن. حال دو علامت نون و دوش در واقع میخوایم با دو کلمه ای که در واقع دو حرفی که پیشوند کلمه ساز هست یک کلمه نو و تازه بسازیم خب برای نون ابتدا میگوییم برای حرف نون اگر بخواهیم بسازیم میگوییم مانند چی؟ ندانسته مانند چی؟ نخواسته نگاه کنید بر سر کلمه دانسته و خاصه حرف نون را اضافه کردیم شده نه دانسه نه خواسته یک کلمه نو یک کلمه جدید با یک معنای تازه خب کلمه دوم یا بخش دوم چیه دوسان دوشه نگاه کنید دوش خب مانند چی؟ مانند کلمه دشوار مانند چی؟ دشنام مانند چی دیگه؟ دشمن نگاه کنید دوستان بر سر همه او چی داخل شده؟ در ابتدای کلمات همه دش داخل شده دشوار دشنام نگاه کنید دوستان دشمن کلماتی هستن که دوش که یک پیشوند در واقع چیه دوستان کلمه ساز هست بر سرش داخل می شود و یک کلمه جدید با یک معنای نو را خب شاگردای عزیز و گرامی در بخش اول درس جدید خودمان وارد میشویم بخش اول ما در مورد یکی از نویسندگان بسیار شهید در حوزه تنزنویسی در کشور ترکیه است کشور ترکیه میداند که یک کشوری است که هم آسیایی گفته میشود و هم اروپایی چرا چون بخشی از این کشور در قاره آسیا قرار موقعیت دارد بخشی هم در قاره اروپا و راه اتصال آسیا به اروپا دوستان در واقع همه کشور در واقع ترکیه میباشد باشد حالی به وارد یکی از شخصیت ها و مشاهیر تنزنویسی کشور شدیم تحت عنوان عزیز نسین اشان متولد سال 1915 میلادی است که در سال 1995 میلادی نیز فوت میکند از نویسندگان بزرگ کشور ترکیه به شمار میرند نام اصلی اشان نصرت است و نام هنریش عزیز نسین است نگاه کنید دوستان پس اسم اصلی این شاعر چیه؟ اسم اصلی این نویسنده در واقع نصرت است دوستان نگاه کنید این شخصیت را تحت عنوان نصرت از او یاد میکنند که یکی از شخصیت های بسیار مشهور در حوزه تنزنویسی میباشد خب میگویند نام هنری از چه دوستان عزیز نسین یا کنید چرا میگویند عزیز نسین عزیز نام پدرشان است نام اصلی خودش نصرت است نام پدرش در واقع عزیز است به خاطر در واقع اون نزدیکی به خاطر اون قرابت به خاطر دوست داشتن بیش از حد این نویسنده به پدرش نام خود را عزیز میگذارد نسین یک واژه ترکیست نسین در واقع به معنای چیست به معنای است که تو چی کاره ای تو چه چی چیزی هستی که این در واقع یک معنای تنز در داخل در واقع پسوند نسین برایش نهفته است شعرت وی بیشتر به داستانهای کوتاه خصوصا در قالب تنز است پس میبینیم که عزیز نسیم داستان بلند هم دارد دوستان داستان بلند دارد داستان کوتاه دارد ولی عمده شهرت ایشان عمده در واقع مشهور بودن ایشان در حوزه داستان های کوتاست که داستان کوتاهی که می و قالب این داستان مضمون و محتوایی طنز داشت خب آثار وی به سی زبان دنیا ترجمه شده و جوایز بسیاری نیز دریافت کرده اکثر گفتم دوستان اکثر داستان هایی که اشان میگه در حوزه داستان های کوتاه و قالب تنز است به طور کلی از آثار ایشان میتوانیم در شارلاتان اشاره بکنیم دوستان پخمه داماد سرخانه و آثار بسیار زیاد دیگری دارد که همه از موضوع خود کتاب از موضوعش مشخص است که تنز است داماد سرخانه پخمه شارلاتان این واژه های کتاب هایی هستند که در واقع خودش معنای تنز دارد مجموعه آثار نسین سی و هفت کتاب است و سان که سی و هفت کتاب است که اشان نوشتن و به سی زبان که در قسمت بالا گفتیم برای تان ترجمه شده و برای خوانندگان در نقاط مختلف دنیا در دسترس است او به سبب نوشته هایش بارها به زندان افتاد نگاه کنید نزدیک پنجونیم سال از عمر خود را در زندانشان سپری کرد عزیز این دوستان یک از شخصیت هایی بود که قالب آثارش تنز بود تنز اشان نیست هدفش و نوک پیکان تیر در واقع انتقادات اشان در حوزه نگارش و نوشته مختص حکومت های مختلف بود علال خاصه علال خاصه بر حکومت ترکیه آن زمانی که اشان در او دوره زندگی میکرد اما همو همواره او حکومت را مورد تمسخر مورد در واقع تنز قرار میداد و بسیار بسیار قلم برنده و تیزی داشت همین امر باعث شد که ایشان بارها به طور متمادی وارد زندان شد به طوری که پنج سال از عمر خود را در زندان سپری کرد موضوع اصلی آثار او دردها و ستمهای مردم فقیر سراسر دنیا بود خب پس نگاه کنید نگاه اشان یک نگاه تمرکزگرا بر روی افرادی بود که در طبقات پایین جامعه قرار موقعیت داشت یه افرادی که در طبقات پایین جامعه بودند، افرادی بودند که از نظر دسترسی به امکانات بسیار بسیار عالی جامعه در واقع چی بودن؟ محروم بودن وقتی که محروم بودن از این سین عاملی محرومیت را چی میدارست؟ نوع حکومت ها خود حکومت ها برای همین هم چی میکرد دوستان؟ همواره انتقاد میکرد زبان تنزگونه و زبان بسیار تلخگونه در حوزه تنز را به کار میگرفت و باعث میشد که زبان حال مردم خود خاصه مردمی که در طبقات پایین جامعه بودند باشد خب حرف از چی شد دوستان؟ حرف از این شد که گفتیم عزیز نسین قالب نوشته از نوع ادبی چی بود؟ تنز بود حال خود تنز چیست؟ اگر بخوایم دوستان تنز را برای شما تعریف کنیم اینگونه گونه میگوییم آن شکل ادبی است که در آن نویسنده یا شاعر استبداد به ادالتی، کجروی و انحرافهای اجتماعی سیاسی اخلاقی و غیره و غیره و غیره را به صورت جدی اما با زبان ظریف و خنده برانگیز به انتقاد میکشد در واقع نگاه کنید دوستان در تز آن چیزی که خیلی مهم است ایست که تناسبات عادی جامعه را تمسخر میکند رشخند میکند از حالت عادی می اندازد نگاه کنید دوستان شکل ادبی است پس گفتیم یک شکل ادبی است که نویسنده چرا مورد انتقاد قرار میدهد استبداد به ادالتی کجروی این هایی که در حوزه های مختلف سیاسی اجتماعی اقتصادی فرهنگی در واقع رخ میدهد اشان به صورت جدی نه که در واقع معنایش باشه که فقط بخندیم بلکه به صورت جدی اما زبانش چیگونه است زبانی دارد که ظریف است و در واقع چی دوستان ظریف است و خنده برانگیز است از این استفاده میکنند وقتی شما یک نوشته تنز را میخوانید در ابتدا در واقع میخندید ولی در ته خنده شما نوعی تلخی موجود است که این تلخی به خاطر چیست به خاطر که میگوییم که از یک مسئله رو یک پدیده رو یک واقع رو بیان کرده که ما میبینیم این واقع بسیار در واقع تأصف برانگیز است بسیار ناگوار است بسیار بد است ولی این خنده ما خنده زهرگونه است تلخ در واقع نگاه میکنیم و بر خود میخندیم و وضعیت جامعه خود میخندیم که چرا جامعه ما با وجود این همه امکانات و در واقع با این همه شخصیت های مشهور در حوزه های مختلف وضعیت افراد مختلف جامعه خاصه طبقات پایینی که در جامعه زندگی میکنه اینگونه باید باشد این را میگوین نوشته تنز در حوزه ادبیات دری دوستان میدانیم که پدر داستان تنز و تنزگونه رو که میداند یک شخصیتی که در قرن هشتم هجری قمری زندگی میکرد این شخصیت کسی نبود جز عبید زاکانی ایشان نخستین کسی که تنز را در حوزه داستانهای کوتاه باب کرد یک کتاب دارد تحت عنوان منظومه موش و گربه که در واقع خیلی از کسوت ها خیلی از مشاقر را مورد تمسخر خود قرار میداد اما نه تمسخر صرفا عادی بلکه یک تمسخری که با خواندن او شما دچار او تلخی خنده خود میشوید تنز میشود دوستان با کنید تنز میشود این منظومه موش و است که در واقع پدر داستان نویسی تنز را عبید زاکانی میدانند البته بعدها کسان دیگری آمدن در حوزه تنز کار کردند نسیم شمال که در واقع ش... شرف دین قزوینی می باشد. از جمله افراد است خان سورستافیل علامه دی خدا علامه دی خدا یک کتاب دارد تحت عنوان چرند و پرند که در واقع یک کتاب تز است و کتاب بسیار خواندنی و جذاب و شنیدنی است که دوستان را توصیه می و حتما این کتاب را در حوزه تز مطالعه کنند بخش دوم دوستان قواعد دستوری است در حوزه قواعد دستوری وارد یک مفهومی میشویم تحت عنوان زمیر خب دوستان میخوایم زمیر را برای شما تعریف کنیم که زمیر چیست میگوییم زمیر کلمه ای است که جانشین اسم میشود و بر اول شخص دوم شخص و یا سوم شخص دلالت میکند پس اسم در واقع زمیر به جای چی میاد دوستان زمیر به جای اسم میاد هدف از آوردن زمیر در داخل جمله چیست این که وقتی ما زمیر را به جای اسمی می آوریم که ذکر شود جلوگیری کند از تکرار مکررات و چندین باره او اسم در داخل جمله چرا؟ چون اگر یک اسم در داخل جمله بارها تکرار شود نوشته شما در واقع چی می شود؟ از زیبایی، از سراحت، از فساحت، از بلاغت می افتد برای که جلوگیری کنید از این کار چکار میکنید زمیر را به جای از به کار میبرید حال این زمیر می تواند به جای شخص اول باشد می تواند به جای شخص دوم باشد می تواند به جای شخص سوم باشد حال فرق نمیکنه که اشخاص سگانه در چه قالبی باشد قالب مفرد باشد یا قالب جمع باشد مانند چی دوستان بگوییم که او از ایام جوانی خود یاد کرد کدام کلمه زمیر است کلمه او در اینجا دوستان میشود زمیر ما که ما در واقع زمیر را به جای اسم به کار بردیم ما کشورمان را با هم خواهیم ساخت یک جمله بسیار قشنگ انشالله دست به دست هم دهیم به مهر کشور خیش را کنیم آباد ما در داخل این جمله دوستان چی میشه؟ ما در داخل این جمله زمیر است که به جای اسم آمده و کار او را انجام بدهد خب علی دو سال از این شاگردان گرامی میگوییم که زمیرها به طور کلی سه قسم است سه دست است دسته اول زمیرهای شخصی هستند دسته دوم زمیرهای مشترک هستند و دسته سوم زمیرهای اشاره هستند که میخواهیم هر کدام را دوستان تعریف کنیم انواعش را برای شما بیان کنیم نو اول زمیر شخصی است زمیر شخصی جانشین اسم انسان می شود. پس زمیر شخصی دوستان یک زمیر مختص است ما نمیتوانیم از زمایر شخصی برای هر چیز استفاده کنیم تنها تنها فقط و فقط زمایر شخصی به جای اسم انسان می آید یعنی زمیر مختصی انسان هاست خب ما چون گفتیم دوستان سه شخص داریم نگاه کنید سه شخص داریم که گفتیم شخص اول است شخص دوم است و شخص سوم است حالی اشخاص دوستان خودش دارای دو نوع است یا مفرد است و یا جمع است که در واقع اگر ما سه نوع داشته باشیم دو نوع هم این در هم زد میکنیم میشود شش پس ما به طور کلی شش زمیر شخصی داریم زمیر اول شخصی مفرد زمیر چه دوستان؟ کلمه من یا کنید زمیر من دوم شخص مفرد زمیر تو باشد برای شخص سوم مفرد اگر بخوایم زمیر را به کار ببریم زمیرش زمیر اوست خب حالی وارد زمایر جمع شویم دوستان در حوزه زمیرهای شخصی اول شخص جمع چه می شود زمیر ما دوم شخص جمع می شود زمیر شما و سوم شخص جمع که نام آخر می باشد زمیر آنهاست که در برخی از جملات در برخی از در واقع متن‌ها به جای کلمه ای آنها از ایشان هم استفاده میکنند خب عالی زمایر مشترک دوستان زمایر مشترک را میگویم جانشین اسم میشود دیگه اینجا نمیگویم جانشین اسم انسان میشود زمایر مشترک زمایر هستند که هم میتواند برای انسان ها بیان شود هم میتواند برای غیر انسان ها بیان شود نگاه کنید شاگردان عزیز و گرامی ما در حوزه زمایر مشترک سه نوع زمیر بیشتر نداریم که میگویم زمایر که مشترک هستن یا خوده یا خشه و یا هم خشتنه نگاه کنید دوستان این سه نوع میشود زمایر ما در حوزه زمایر مشترک که ما میتوانیم هم چی؟ هم دوستان میتوانیم این زمایر را به جای زمایر چی استفاده کنیم؟ اول شخص مفرد دوم شخص مفرد سوم شخص مفرد هم میتوانیم به جای شخص اول جمع شخص دوم جمع و شخص سوم جمع استفاده کنیم فرقی نمی کند در حوزه مفرد باشد در حوزه جمع باشد این زمایر میتواند به جای همه آنها دوستان استفاده شود خب میرسیم دوستان در نوع آخر زمایر نوع آخر زمایر ما زمایر هستن که تحت عنوان زمیر اشاره از او یاد میکنن زمایری که برای نشان دادن و اشاره کردن از او استفاده میشود این زمایر هم چی جانشین اسم انسان میشود جانشین اسم انسان میگردد خب زمایر اشاره دوستان دو نوع است یا زمیرهایی که ما داریم زمایر مفرد هستند و یا زمایری که داریم در حوزه زمایر جمع هستند خب نگاه کنید دوستان پس زمایر یا مفرد شد و یا هم جمع خب حالا اگه بخوایم اینا رو توضیح بدهیم هر کدام را بیان بکنیم این گونه است در حوزه زمیر اشاره ای که به مفرد اشاره میکند دو نوع داریم یا این است یا آن این مرد آن زن نگاه کنید دوستان ای انگشت اشاره شما همواره این گام اشاره کردن به این زمایر حرکت میکند. خب حال به توان زمیر اشاره در حوزه جمع باشد اگر تعداد افراد شما بیش از سه نفر باشد بیش از دو نفر باشد تعداد زیادی باشد این زمایر زمایر جمع می شوند در واقع زمایر که مفرد بودند تبدیل به زمایر جمع می شوند چی؟ مانندی که می که آنها اینها آنان و اینان یا کنید دوستان آنها اینها آنان اینان ای در واقع اسم های اسم که نه بگویم زمیر بهتر دوستان زمایر اشاره جمع است زمایر اشاره جمع است هرگاه ای کلمات را دوستان در داخل یک متن در داخل یک پاراگراف در داخل یک جمله دیدید بلا فاصله بدانید که چیه دوستان زمایر اشاره است خب دوستان می‌رسیم در قسمت آخر قسمت آخر جلسه امروز ما باز هم کار خانگی است متناسب با حوزه دستور زبانی که روز برای شما بیان شد چی بیان شد زمایر زمایر و انواع آن زمایر شخصی زمایر اشاره زمیرهای مشترک حالا می‌خوایم که این زمایر رو که با هم خواندیم دوستان مرور کردیم حال مرور شما را میخواییم امتحان کنیم. امتحان چگونه میکنیم؟ در داخل کار خانگی این زمایی را برای ما مشخص و نوان را بیان کنید. خب یک متن دادیم. چه متنی؟ میگوییم. ما در افغانستان زندگی میکنیم. این کشور در قاره آسیا قرار دارد. تمامی مردم افغانستان کشور خود را دوست دارند و برای آن جانفشانی میکنند. تو نیز باید مانند اینان قدر کشور خش را بدانی و برای آبادانیش تلاش کنی نگاه کنید مشاهدای عزیز ما در داخل این متن زمایری دادیم حال از شما میخوایم که این را زیرش خط بکشید در داخل کتاب شاهدان ها اول متن را مینویسید بعد از اینکه نوشید نگاه میکنید متناسب با چیزی که امروز خواندید زیر او زمایری که امروز خواندیم خط میکشید نوش را مشخص میکنید خوب شاگردان عزیز و دلبندان گرامی عزیزان جان در پایان جلسه امروز رسیدیم سامانه ارتباطی ما کانال ارتباطی و راه ارتباط ما با شما خوبان است 2964 و 255 40 راه ارتباطی ما با شما عزیزان است همواره همواره با ما در ارتباط داشته باشید ارتباطتان را قطع نکنید سعی کنید که با ما اشتراک بگذارید نظر پیشنهادات انتقادات هر چیزی که در نظر شما میتواند در حوزه تدریس ما به شما کمک کند خسته نباشید مانده نباشید شاگردای عزیز تا دیدار دیگر خدمت عزیزان که سلام میکنیم به درود و خدا نگهدار